به کودکیش هم رحم نکردند. اینمی تنبانش پاره کدن انداختن روده شمت برامدگی. گزارشی که از یک جنایت حکایت دارد. شنیدنش روان هر انسان را می آزارد. چهار رواینده هفته گذشته کودک 3 ساله‌ای را از پشت دیوار خانه اش را بودند و این کودک را به گونه وحشیانه‌ای کشتند. این کودک یونس نام داشت و تازه قدمهایش را رفتن را در کوچه می آزمود. اما بی خبر از روزی که به سوی مرگ گام می ماند. جزد بچه که در یک چاده اولی سک بیایی همون جاده که بسیار سخت حالت سرم آمد. گفتم ای حالت خدا سر دشمنی ما و شما نیاره که ما و شما مسلمانیم الحمدلله. در این خانه متروکه این کودک 3 ساله مادر که هنوز چشم براه این کودکش نشسته است ناله و فریاد دردناکی دارد. ناله های این مادر خاطره تلخ در ذهن انسان می کارد که شاید فراموش کردنش دشوار است. آن هم این که کودکش معصوم بود، چشمانش گناه را ندیده بود و ذهنش با آن آشنایی نداشت. ای جای دیدن نبود، نمیشناختم منظم، ای چی نمی کردم که بچه های مست باورم نمی آمدی بچه همست. این مادر از رئیس جمهور می خواهد تا صدای یک مادر را گوش فرا دهد. می گوید عاملان قتل کودکش را در برابر چشمانش به پای دار می خواهد. من دولت می خواهم قاتل بچه هم وزید ترین پیدا کنم. تو ظلم ستمی سری بچه هم کده باید نام تو ظلم ستم و کشته شود. سزا یک مادر که باید من دولت می خواهم قاتل بچه هم پیدا کنم. چرا نمی قاتل بچه هم باید پیدا شود ایدام شود. ما ای دولت هم میره میخواییم که 4 مسلمانی دیگه مینه پهم بگیره که ای کار را نکنه داینده. سکندر پدر همین کودک 3 ساله است. چپس فروشی می کند و با پولی که از همین غریب کاری به دست می آورد 7,500 کرایه خانه می دهد و نیازهای خانواده 5 نفریش را فراهم می سازد. می گوید با کسی دشمنی ندارد و کارش از صبح تا شام همین چپس فروشی در لب جاده هاست. اما چگونه ربایندگان توانستند این کودک را با خود ببرند؟ مادر این کودک میگوید عصر روز پنجشنبه هفته گذشته کودکش 10 افغانی از وی گرفت و برای خریدن ساجق همراه خواهر و برادرش راهی همین کوچه شده بود. شاید نمیدانست که دستخوش هوس‌های مردان بیرحم می شود. پدر این کودک میگوید 4 روز از نهادهای امنیتی سراغ پسرش را جسته است. در داخل شفاخانه گرفتم کسی ایراد دیگه تارت نداده که هیچ کس جرات نکرد طرفی از این بروان. قاتل بچه ای مرا میتا هیچ امکانی نداره که ما دیگه زندگی بری مبانه یا مده چی. بخاطر چی که امروز یک طفلی معصومی مرا به قتل رسان که بیرم. اونا که هیچ انصاف نکسته باش یا ما در غریبی هستم که من نه سلا دارم نه اصلی نه پیردار نه چیزی. که خدمم جان خدمم در خطر است. دخترکم از اینکه کلانتر از مکتب میری بچه کم در مکتب میره. سکندر پدر این کودک در مربوطات حوزه 8 شهر کابل در منطقه بینی حصار زندگی می کند. همسایگانش می گویند سکندر مرد خریبکار و عاجز است و تنها پولی که از چپس فروشی به دست می آورد کودکانش را نان می دهد. خواهی که بیان شما شکایت های خیرش بودای مردم نداریم، ما مصاحبه جا نداریم، ما وکیل جا نداریم. ما از دولت میخوایم که اول بر پیش وکیل کوچه پیش مصاحبه کوچه بگه که این ولگرد به شما معلومه، شما میره میشناسیم میموشی. همسایگان پدر این کودک قربانی میگویند چندین بار برای نهادهای امنیتی شکایت کردند که مردان با چاقو و بوتل های مشروبات الکلی از کوچه هایشان عبور میکنند و مردم این محل را هشدار میدهند، اما این نهادها صدای آنان را نادیده گرفته است. اند کسایی که ویلگرد هستن، کسایی که بدنوشی میگیرن، دوای بدنوشی داره، از همه کوچه ها خی کارد چاقو میگردن، خی بوتل شراب میگردن. ما شما با شما مشاهده میکنیم، میبینیم که صدها قتل میشه روزا. طفل معصوم پاک بیل به چه حال رساندن. ما از دولت، از مردم، از تمام ارگان های دولتی خواهش داریم که همه تو بعد ما شما همه تو بزدلار باید از همه خاک از همه جا باید تخوب عدلی بیره که ایتا دیگه از صورت نگرید جنایات. خواستیم در این باره از قماندانی امنیه ولایت کابل و یا هم وزارت امور داخله بپرسیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. همسایگان پدر این کودک میگویند که یک شب پس از کشته شدن یونس 3 ساله همین مردان شب هنگام به خانه یکی از باشندگان این محل رفتند، اما موفق به انجام کاری نشدند. این باشندگان از امنیت جانشان نگرانند. آنان از حکومت میخواهند تا عدالت در برابر خانواده این کودک 3 ساله تامین شود.